تا کجا ملت ایران رو میخواید بازی بدید؟ من گفتم که شما به راستی خائنانه به این ملت و این سرزمین هستید. این رفتی به پادشاه ایران نداره. پادشاهی که دفع کرد به راستی. رضا پهلوی هم فراموش کنید. فراموش کنید. یه واژه‌ای رو میخواستم بگم. جلوش رو گرفتم. من سخنی که به زبانم میاد به شرفم سوگند. صدها بار اینو من توی مغزم پروراندم. هرگز سخن یاوه و بلبداهی بی معنی و به قول معروف بدون خوشانه از دهان هوشنگ تا به حال کسی نکس میده. میگه کنون آفرین جهان آفرین بخوانیم با شهریار زمین. چنین گفت با موبدان و ردان بزرگان بیدار دل بفردان که گیتی نجستم به رنج و به داد مرا تاج یزدان به سر برنهاد. سخن داریوش بزرگ در شاهنامه فردوسی. دارا داریوش بزرگ است. در مقابل کی؟ در مقابل انجمن پادشاهی ایران که خودش تأسیس میکنه. فردوسی گرامی میگه کنون آفرین جهان آفرین بخوانیم بر شهریار زمین. هیچ کس رو شهریار زمین نخوز براستی که داریوش بزرگ شهریار زمین هست. چگونه جناب سوربیر گرامی نام داریوش دارا توی شاهنامه نیست؟ چنین گفت با موبدان و ردان بزرگان بیداد دل بخردان که گیتی نجستم به رنج و بداد مرا تاج یزدان به سر برنهاد ندامم جز از داد و پاداش این که بر ما پس از ما خوند. آفرین آفرین جهان بر داریوش بزرگ است. تمامی اسناد موجوده. در جایگاهی فردوسی گرامی میگه که داریوش بزرگ دنبال اسب میگشت. البته شاهنامه تاریخ نیست، اما بیشتر تاریخ ساسانی هست. چرا اخیر بود؟ ولی در مورد هخامنشی اشکانی برای که زیر قلقم شمشیر بود چیزی دست این به قول معروف فیلسوف عالی قدر نبود. جمع‌آوری ها شده های دانشور دهقانه. دانشور دهقان نام من در تلتاک بود اون موقع ها. جمع‌آوری شده یه دانشور دهقان هست که دست فردوسی میرسه. فردوسی دخل و تصرف در داستان که نمی کنه که به زبان پارسی از زبان پهلوی در میاره و بار فلسفه و خرد و دانشتون هم بهش اضافه میکنه. از اونجا که به قول معروف تاریخی داشت از پادشاهی ساسانی مجبور شد که تمامی این بار رو بده به ساسانی ها، در صورتی که ساسانی ها قابل مقایسه نیستن با داریوش بزرگ. تمامی پادشاهان ساسانی رو که روی هم بذاریم با پوزش، تمامی پادشاهان ساسانی از یزدگرد سوم بگیر تا به قول معروف اون نخست 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 ساسان جدشون، تمامی اینها به اندازه یک روز از پادشاهی داریوش بزرگ ارزش ندارن. اینو من برای شما هموطنان گرامی بگم. از اونجا که فردوسی گرامی تاریخی در اختیار نداشت، خرابای تخت جمشید هم که اصلا به قول معروف اصلا توس کجا بود، خرابای تخت جمشید کجا، با کدام ابزار، مجبور شد که بار دانش و فلسفه و خرد و ادبش رو بذاره روی تاریخ اخیری که در دستش بود. همه رو نتونستن عرام از بین ببرن. ولی دست دانشور دهقان هم چیزی نرسید از اشکانی و از ساسانی از هخامنشی.
برای این هست که از دل ملت ایران تا اونجایی که امکان داره مطالب رو با نام مثلا کیخسرو یا داراب مثلا داریوش بزرگ این گونه به اطلاع هموطنان گرامی میرسه. سند مشخصه، تمام مورخین جهانی این رو میدونن، ما نمیدونیم. بخونید تاریخ رو، همه اینا حتی در مورد نمیدونم ضحاک ماردوش اینا سخن دارن. که بود اون آقای کسپیاس مورخ یونانی که مثلا آسیای ضحاک ماردوش هم مزخرفه، ربطی به هم ندارن اینا. اینا تا به قول معروف پشت گوش ما رو اینا میشناسن، ما نمیدونیم. ما میشینیم میگیم جمهوری، میگه داریوش بزرگ یه روز دنبال اسب میگشت. داستان میگه دیگه، فرهنگ رو میخواد بگه، تاریخ دستش نیست. نام ها هست، سیر تکامل و سیر فرهنگ هست، حالا برای شما میگم جناب صوفی گرامی. میگه دنبال اسب میگشت، ز پستی برآمد به کوهی رسید. داریوش بزرگ یکی بیکران ژرف دریا بدی. نگاه میکنیم نویه همیانوز بفرمود و از روم و از هندوان، شاهنشاهی ایرانه، نیزه به قول معروف سرباز پارسی برای ارزش‌های انسانی، ارتش شاهنشاهی ایران برای پاسبانی و نگاهبانی، من واژه دیگری رو دارم به خاطر پاسدار ننگین نجف تازی که واژه من رو بر میداره و روی خود ننگینش میذاره، من هرگز از این واژه استفاده نخواهم کرد. برای نگهبانی ارزش‌های انسانی سرباز فارسی نیزه به دست همه جا به حرکت در میاد، پیش آهنگ حقوق انسانی و مبارزه و ارزش‌های انسانی هموطنان گرامی من. بعد از کجا میاره؟ بفرمود و از روم و همینا که افتخار دارید بهشون و از هندوان بیارن خاراز موده گوان. کارگران اونا رو آورد، چه کرد؟ جالبه براستی که ما تاریخمون رو ندونیم وقت دیگران بدونن. بجویند زان آب دریا دری. جالبه، من براستی الان خیلی کنترل دارم، ولی بیشتر اوقات که من اینو تنها هستم میخونم گریه میکنم. نه گریه از ضعف، گریه از خوشحالی و سربلندی. بجوگن زان آب دریا وری رساند رودی به هر کشوری. اولین کسی که در جهان بیل و کلنگ رو در دست آدم گفت بکن و وست کن دریای مدیترانه رو به اون خلیج ننگینه به قول معروف دریای خود، وست کن جهان رو به هم. داروش بزرگ هست. یکی آتش افروخت از تیغ کوه. آتش من هست، توجه کنید به این سخن. یکی آتش افروخت از تیغ کوه، خرفتنده آذر آمد گروه. من هستم، پرستنده ی آذر هستم. من آتش پرستم. هیچ شرمندگی از گفتن این که من هوشنگ آتش پرست هستم و پرستار آتش. یکی آتشی بر شده تابناک به بر آب و باد از بر تیر خاک. سخن فردوسی بیگ بنگ، انفجاری از این در جهان، در جهان نیستی.
در نیستی